الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز خواهر و برادر در هر گوشه از دنیا که قرار دارید السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات خداوند قادر و منان را متشکر و سپاس گذاریم از اینکه بار دیگر به ما توفیق و عنایت فرمود تا لحظات را در خدمت شما عزیزان دل قرار داشته باشیم و باز هم در برنامه سلسله درسهای های آنچی که هر مسلمان باید بداند در درس های گذشته در ارتباط به شروط استفاده از نعمت الله صحبتی داشتیم و امروز هم شرط دیگری از شروط استفاده از نعمت های الله را در قرآن با هم مورد بررسی قرار میدیم الله تبارک و تعالی میگه یکی دیگر از شروط استفاده از نعمت های الله تبارک و تعالی این هست که از نعمت خداوند استفاده کنید به شرط اینکه در زمین خدا فساد نکنید خیلی جالب است یکی از جمله شروط بسیار مهم است یعنی از نعمت خداوند بخورید بنوشید بپوشید چون نعمت های خداوند همیشه با انواع گوناگون تقسیم میشه یکی نعمت دیدن هست یکی نعمت پوشیدن هست زینت یکی نعمت خوردن هست نعمت شنیدن هست اینا همش نعمت است از کل انواع نعمتی که خداوند به شما داده استفاده کنید به شرط این که در زمین خدا فساد نکنید یعنی نافرمانی الله را نکنید گرچه که این آیت خطاب به بنی اسرائیل هست که اونها از نعمتهای مادی و معنوی که الله داده بود استفاده میکردن ولیکن سرکشی میکردن ولیکن ظلم میکردن اجحاف میکردن در روی زمین خدا نافرمانی الله را میکردن الله تبارک و تعالی فرمود کلو و شربو من رزق الله بخورید بنوشید از رزق الله تبارک و تعالی بشرتي انك ولا تعصوا في الارض مفسدين در الله فساد ناكونيت خونریزی ناكونيت جنايات ناكونيت سرقت ناكونيت اختطاف ناكونيت اختلاس ناكونيت احتكار ناكونيت حق يك ديگر كل ان قضايا برميگرد باهم النعمة فالله تبارك وتعالى تو من نشودي بخاطر انك بری مال ديگران سرقت تو قوی نشودی به خاطر که باید این انرژی و این قوت و این توانایی را در ضایع کردن حق دیگران است الله این نعمت قدرت را برایت نداده به خاطر اینکه مال دیگران غصب کنی، زمین دیگران غصب کنی، دی حق دیگران را بکنی هرگز متوجه باش الله میگه از نعمت هایی که برایت دادم استفاده کن به شرط اینکه استفاده درست داشته باشی استفاده صحیح بکن. و این نعمت سبب این نشود که تو در زمین خدا فساد بکنی فساد چیست قتل فساد است غصب فساد است احتکار فساد است سود فساد است رشوت فساد است پایمال مک... پای کردن حقی فقیر و یتیم و مسکین و و بیچاره فساد است همه اینها جزء فساد است زنا فساد است فحشا فساد است الله بر زیبایی داده تا اون زیبایی را در راهی مصرف کنی که الله برایت انتخاب کرد ولیکن تو زیبایی تیم روز در محضر دیگران عراج گذاشتی تا دیگران از استفاده نامشروع بکنند یعنی نعمت خدا را در راه استفاده میکنی که در رو فساد است در نافرمانی الله استفاده میکنی بنابراین یکی دیگر از جمله شروط استفاده از نعمتهای الهی این بود که نعمت الله را در راه فساد استفاده نکنید نشود که استفاده از نعمت الله سبب نافرمانیتان بشه الله تبارک و تعالی به ما توفیق عمل عنایت بفرماید این بود یکی دیگر از برنامه های سلسله درس های آنچه که هر مسلمان باید بداند تا برنامه بعد که در خدمت شما قرار میگیریم همه شما را والله پاک و بینیاز میسپاریم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات.